در 20 سال گذشته تعداد بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در زمینه محیط زیست به وجود آمده و رشد کرده است. دیدگاه، سمت و سو و فعالیت این نهادهای جوشیده از بطن جامعه همچون فضای حاکم بر سیاست تابع دو دیدگاه مختلف بوده است. بسیاری از این نهادها که معتقد بوده و هستند که سیاست‌های زیست محیطی جمهوری اسلامی اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست ایران است، همزمان با مشارکت در پروژه‌های گوناگون در اقصی نقاط کشور به درستی نقش حکومت را در این تخریب افشا کردند. فعالین این نهادها بازداشت و در معرض شکنجه و انواع فشارها قرار گرفته و حتی محکوم به اعدام شدند. در سوی دیگر تعدادی از فعالین محیط زیست نیز با دیدگاه اصلاح طلبی طریق حفاظت از محیط زیست را در همکاری با نهادهای رژیم و تغییر از درون اعلام کردند. برای این اصلاح طلبان محیط زیستی از سوی نهادهای سرکوب فضا نیز ایجاد می شود و برگزاری جلسات کاملا آزاد است. این اصلاح طلبان محیط زیستی با شرکت در جلسات مقامات قضایی و دولتی دل مشغولی های زیست محیطی خود را به اطلاع آنها رسانده و از آنها کمک می طلبند. موضوع محیط زیست با موضوع آزادی در ایران به هم پیوسته و جدایی ناپذیر است. بدون قلع و قمع و چپاول و استفاده از منابع زیست محیطی، رژیم نمیتوانست تروریسم و سیاستهایش را به پیش برده و به حکومتش ادامه دهد. مگر میشود رژیمی که میگیرد و شکنجه و غارت و اختلاس میکند به محیط زیست رحم کند؟ تبلیغ دوچرخه سواری فلان مسئول و یا مترو سواری آن دیگری از نوع همان نمایش‌های دروغین خاتمی و روحانی است که نتیجهش کشتار بیش از 1500 تن از جوانان در آبان ماه سال گذشته بود. اصلاح طلبان محیط زیستی با نق زدن درباره خرابی محیط زیست و آلودگی هرگز از خط قرمزهای رژیم پا فراتر نگذاشته و با میان بازیشان به ادامه حیات جمهوری اسلامی یاری رساندند.